درود بر شما به کیوسک خوش آمدید در بسته خبری امشب با خبرهای مهمی از ایران و درگیری های درون بدنه حاکمیت جمهوری اسلامی با شما هستیم دعوت میکنم تا انتها همراه ما باشید شاخ به شاخ شدن دو امام جمعه پته ابراهیم رئیسی را رو روی آب ریخت سیگنال روشن جنگ داخلی حکومت پشت پرده مسمومیت سریالی دختران نقشه رژیم را نقشه براب کرد و از آن علم الهدا به شکست اقتدار امنیتی نظام در برابر اعتراضات زنان به هجاب اجباری در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم شاخ به شاخ شدن دو امام جمعه پته ابراهیم رئیسی را روی آب ریخت. مختاری امام جمعه هشتگیر در نمایش جمعه خطاب به ابراهیم رئیسی و پدرزنش احمد علم الهدا گفت یک فرد در دولت باید وجود داشته باشد تا تیم اقتصادی را جمع کند. الان نداریم. حضرت آیت الله رئیسی اگر همچین فردی نیست استفا بدهید. تغییر بدهید تا اوضاع مردم سر و سامان بگیرد. اولین نکته باید تیم اقتصادی دولت با هم هماهنگ بشن اینکه نگاه های متفاوتی در دولت نسبت به اقتصاد کلان کشور وجود داره حالا یه وقتی ناگذیریم ازش این که چند تا نگاه وجود داشته باشه اما یه فرد باید تو دولت وجود داشته باشه تیم اقتصادی رو جمع بکنه الان نداریم حضرت آیت الله رئیسی باید برای این قصه فکری کرد یک کسی باید فضای اقتصادی دولت رو بتونه جمع کنه اگر نیست تغییر بدید به نفع مردم اوضاع سر و سامونی بگیره دوم سیاست ارزی هست که به لطف خداوند متعال این سیاست ارزی اخیری رو که رئیس کل بانک مرکزی رو نمایی کردن و این بازار مبادله ارز و طلا ظرفیت ساماندهی بازار ارز و طلا رو در کشور داره اما مشروط مشروط به این که دولت باید تمام قد پای این کار بیاد از شخص و مجموعه بانک مرکزی کشور این کار نمیاد تمام دولت باید پا... آخون شهاب الدین حائری شیرازی هم در پیامی خواستار استفای رئیسی شد و خطاب به نیروهای علی خامنه ای نوشت دیگر خبری از زنور و برجاماتش زدن و کریمی و قدوسی و نبویان نیست از صدقه سر شعارهای انقلابی نامعقول دولت قادر به کنترل کاهش ارزش پول ملی نیست و کسانی که مدعی بودند علاج کار تکیه به خود و اقتصاد مقاومتی است و توصیه به سازش با غرب می کردن پیدایشان نیست. کم کم اما همه به این نتیجه خواهند رسید که شیخ دیپلمات پر بیراه نمی گفت که با سرشاخ شدن با دنیا فقط زندگی مردم را سخت می کنید اما کاری از پیش نخواهید برد. ملت در حال رسیدن به نقطه جوش و انفجارند. این بار اما بعید است بتوانید از پس ملت گرسنه برایید. حاکمان احمق چنان کرسی از زیر پای خود کشیدند که هیچ دشمن خارجی را توان آن نبود. بی جهت نیست که آمریکا رسما میگوید فعلا برجام در دستور کار نیست تنها و تنها راه عاجل بهبود اوضاع اعلام انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری است البته از لجاجت حکام بعید از چنین عقلی اما اگر انتخابات آزاد با تغییر در سیاست های کلان قرب ستیز همراه شود امید نجاتی هست تنها یک دولت قوی با پشتوانه مردمی میتواند صحنه شطرنج را عوض کند و غرب و آمریکا را به میز مذاکره بازگرداند در صحنه فعلی مهره جوری شدند که بازی به سرعت به سمت ناپایداری و از همگسیختگی و تبدیل شدن ایران به عراق پیش می روید. این اعتراضات از درون بدنه حاکمیت و روحانیون متصل به دستگاه قدرت در حالی صورت می گیرد که اعتراضات سنفی هر چند کمتر در پوشش خبری رسانه ها قرار می گیرند. اما به شکل مداوم همچنان ادامه دارند و تاثیر گرانی ارز بر معیشت مردم باعث شده هر روز در بخش صنعت شاهد اعتصابات و برگزاری تجمعات اعتراض باشیم. در تازه ترین این موارد یکی از بینندگان کانال با ارسال ویدیویی از اعتصابات در فولاد یزد گفته یک هفته است که فولاد یزد اعتصاب مسالمت آمیز و محترمانه و غیر سیاسی است هیچ خبرگزاری ولی پوشش نمی دهد بچه ها با این شغل سخت و این همه آلودگی و این وضعیت اقتصادی و این قیمت فولاد و آهن دارن 7 میلیون تومان حقوق میگیرند. واقعا نمیشه زندگی کرد نه کارفرما کنار میاد نه دستمون به جایی میرسه لطفا دای ما باشید کارگر فولادی است شنبه 13 اسفند ماه اوضاع آشفته بازار ارز و سردرگمی دولت و مقامات جمهوری اسلامی صدای برخی نمایندگان را هم در مجلس انقلابی درآورد و با باعث بروز درگیری و قهر چند نماینده از مجلس شد به نقل از وبسایت جماران موسوی لارگانی نماینده مجلس در جلسه ی امروز مجلس خطاب به قالیباف گفته مردم با افزایش قیمت ارز نابود شدند نمیتوانند یک نان بخرند این مجلس کجا در رأس امور است شما گفتید دولت باید کمیته برای سازماندهی ارز تشکیل دهد پس کی قرار است این کمیته تشکیل شود احترام امامزاده متولی باید نگه داشته شود مردم با افزایش قیمت ارز نابود شدند امام میگوید مجلس در رأس امور است کجا ما در رأس امور هستیم مردم نمیتوانند یک نان بخرند یک ماه و نیم پیش شرایط امروز را پیش بینی کردیم و چهل روز قبل بسته پیشنهادی اقتصادی در مورد کنترل بازار ارز را به رئیس جمهور منتقل کردیم سیگنال روشن جنگ داخلی حکومت پشت پرده مسمومیت سریالی دختران نقشه خامنه ایران را نقشه براب کرد. یک تحلیلگر سیاسی می گوید هدف از حملات شیمیایی به دانش آموزان دختر از سوی محافل قدرت ارسال این پیام به مردم ایران است. ما ادامه اعتراض ها و جنبش زن زندگی آزادی را تحمل نخواهیم کرد. با این حملات حکومت این پیام را می دهد که برای حفظ قدرت خود را برای یک جنگ داخلی علیه مردم آماده کرده. این رفتارها ویژه تمام ادامه های تمامیت خواهیست که خود را در خطر حتمی سقوط میبینند. حکومت میخواهد یک کودتای سوری ایجاد کند و آمدان قصد دارد با ایجاد مسمومیت های سریالی صبر مردم را لبریز کند و به خیابان ها بریزند و بعد اعلام کنند نظام تغییر کرد در مورد این مسمومیت شیمیایی علاوه بر قوه قضایی وزارت اطلاعات سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات سپاه و شخص علی خامنه و بیت او ساکت هستند این سکوت سنگین حکایت از نوعی توافق دارد و میبینیم که همزمان ابراهیم رئیسی را جلو انداختند تا بیاید و بگوید که این جنایت کار دشمن است همانطور که افزایش قیمت ارز و وخامت اوضاع اقتصادی کشور به گفته او کار دشمن است در حالت عادی محال است که در شهر شدیدن امنیتی قوم دانش آموزی دچار مسمومیت شیمیایی شود ولی مثلا وزارت آموزش و پرورش ساکت بماند و از خود واکنشی نشان ندهد البته دیگر نمیتوان نظر به ابعاد جنایت صورت گرفته از لفظ مسمومیت صرف استفاده کرد این دیگر نامش مسمومیت نیست بلکه حمله شیمیایی است تمام دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی هماهنگ شده اند تا به مدارس دخترانه در شهرهای کشور حمله شیمیایی صورت بگیرد هدف از این حمله ارسال این پیام به مردم ایران است ما ادامه اعتراض و جنبش زن زندگی آزادی را تحمل نخواهیم کرد ما ادامه اعتراض های ایرانیان در خارج و حضور چهره های سرشناس اپوزیسیون در کنفرانس امنیتی مونیخ یا تلاش برای قرار دادن سپاه در فهرست گروه های تروریستی را تحمل نخواهیم کرد در کشوری که دوربین های مدار بسته در هر کوی و برزن آن نصب است و با استفاده از آن یک فرد معترض به یک بسیجی در هر نقطه از کشور فورا شناسایی و دستگیر می شود چطور می توان باور کرد که بعد از حمله شیمیایی به 26 مدرسه در سراسر سر کشور و مسموم شدن بیش از هزار دانش آموز هنوز مقامات امنیتی اطلاعاتی و سرنخی پیدا نکردند این سکوت پرمنای دستگاه امنیتی و اطلاعاتی و به محیط تنها یک معنی می تواند داشته باشد و آن این است که حمله شیمیایی به دانش آموزان دختر اقدام هماهنگ همین نهاد هاست که بر کلیه دوربین های مدار بسته کشور کنترل و نظارت کامل دارند و هر کجا که لازم تشخیص بدهند آنها را قطع می کنند این رفتارها ویژه تمام نظام های تمامیت خواهیست است که خود را در خطر حتمی سقوط می بینند با این اقدام ها کلیه ی این بخش های حکومتی این پیام را به مردم می دهند که کشور را به آنان تحویل نخواهند داد. این محافل مهم حکومتی با اتکا به همکاری های گسترده خود با القاعده، طالبان و داعش و همچنین تجارب مشترک در سرکوب مردم سوریه این پیام را به مردم ایران میدهند که خود را برای جنگ داخلی علیه آنان آماده کنند. حملات شیمیایی به مدارس دخترانه سیگنال جنگ داخلی حکومت به مردم است. البته یک معنای دیگر این حملات این است که حکومت اسلامی کنترل خود را بربخشی از قوای امنیتی و اطلاعاتی خود از دست داده همانطور که کنترل خود را بر زندگی اقتصادی و اداره پیش پا افتاده ترین امور جامعه از دست داده است وقتی که اینها می توانند هزاران دانش آموز را مسموم کنند می توانند هزاران دانش آموز را نیز با همین دست حملات بکشند و یا به بخش های از جامعه حمله مشابه کنند با این اقدامها این محافل قدرت میخواهند مردم ایران را بترسانند تا در اعتراض به حکومت به خیابان ها سرریز نشوند و نه تنها از جمهوری اسلامی وحشت کنند بلکه از ایرانیان خارج از کشور نیز بگیرند و بپذیرند که بهترین حکومت برای ایران همین جمهوری اسلامی است از آن علم به شکست اقتدار امنیتی نظام در برابر اعتراض زنان به حجاب اجباری امام جمعه تندروی مشهد در نماز جمعه روز 12 اسفند با پذیرش اینکه در موضوع حجاب اجباری اقتدار امنیتی نظام دیگر نمیتواند میدانداری کند از حامیان حکومت خواست که خود وارد عمل شوند احمد علم الهدا در سخنرانی تازه خود یک راهبرد دشمن در براندازی نظام اسلامی را ترویج بد حجابی عنوان کرد و افزود فضا را به جایی رساندند که هر نهاد حاکمیتی در این حوزه اقدام کند چنین تلقی می شود که حجاب حکومتی است و بر این اساس دیگر اقتدار امنیتی نظام نمیتواند در این عرصه میدان داری کند او در ادامه خطاب به نمازگزاران به عنوان بخش مهمی از حامیان حکومت گفت در مسئله حجاب همه شما برادران و خواهران باید بیستید و با جریان کشف حجاب مقابله کنید علم در ماه گذشته سخنرانی های متعددی درباره موضوع حجاب داشته و پیشتر از عقب نشینی ها در این باره انتقاد کرده بود پیش از این ابوالحسن مهدوی امام جمعه موقت اصفهان و عضو مجلس خبرگان رهبری اواخر آذر با بهره گیری از ادبیات علی خامنه ای تهدید کرده بود که اگر مسئولان نظام در مورد حجاب اجباری به وظیفه خود عمل نکنند مردم متدین وظیفه آتش به اختیار دارند رهبر جمهوری اسلامی در خرداد 96 با اعلام حمایت بیانی و عملی خود از آمران به معروف و ضمن انتقاد از عملکرد دستگاه های دولتی با استفاده از اصطلاح نظامی آتش به اختیار از طرفداران خود خواسته بودند تا هنگام بروز اختلال و تعطیلی در دستگاه های مرکزی فکری فرهنگی و سیاسی خود دست به کار شوند و تصمیم گیری و اقدام کنند سید ابوالحسن مهدوی امام جمعه موقت اصفهان و عضو مجلس خبرگان رهبری در جمع زنانی که خود را مطالبه گر افاف و حجاب می‌خوانند تهدید کرد که اگر مسئولان نظام در مورد حجاب اجباری به وظیفه خود عمل کنند مردم متدین وظیفه یاتش به اختیار دارند